به سوی پارک شهر تقاطع ابوسکا 15 خرداد به سوی بازار و از آنجا به خیابان ری، زیرا شهید دکتر چمران از دل توده های پا برهنه و مستضعف جنوب شهر بیرون آمده است و این است که میخواهد در دل همون توده های محروم و پا برهنه پیک شهیدش به سوی کربلا و ایران حرکت کند. در 31 خرداد 1360 ترکش خمپاره‌ای از راه میرسد و در سری که سودای کربلا دارد فرو می نشیند و گردنی که از رقیت همه تعلقات جز بندگی خدا آزاده است فرو می افتد و یکی از اصحاب آخر الزمانی امام عشق در خون خیش می خلتد. اکنون پس از گذشت سالها از شهادت چمران، این در و دیوار قدیمی خانه پدری در جنوب شهر تهران هنوز بر بی پیرایگی و ساده زیستی او شهادت می دهند. در دنیا بود اگرچه اهل دنیا نبود و در آن آنگونه می زیست که گویا در آن نیست. دکتر بود، عارف هم بود، هنرمند بود، بسیجی هم بود. نگاهش به مهربانی باران بود و قلبش به پاکی آب، و پدر نیز فقط از مهربانی او برای من میگوید. خیلی واقعا مهربون بود، با هر کسی صحبت میکرد و خیال میکرد این فرزند خودشه یا برادر خودشه. خیلی علاقه من بود به همه آقایون و تاتا بگو من خاک پای همه ایرانی هستم. خیلی محبت داشت با و هر کی تماس میگرفت خیلی لطف و برحمت داشت که همه علاقه من به ایشون بودم. چمران مبارزه را از نوجوانی آموخته بود. در سال 1342 بعد از واقعه 15 خرداد از زندگی امن خود در آمریکا دست شسته راهی الجزایر می شود و بعد از مدتی به مصر می رود و پس از طی دوره عالی جنگ های چریکی به لبنان هجرت کرده، همدوش مبارزان فلسطینی و لبنانی با شقی ترین اشقیا یعنی قاصبان سرزمین معراج به جهاد می پردازد و سپس بعد از 22 سال هجرت در بهمن ماه 1357 به ایران مراجعت نموده به دیدار مرشد خود امام می شتابد و آنچنان در وجود او ذوب می شود که دیگر نمی تواند به لبنان بازگردد. شهید چمران از میان همه عناوین و القاب و تخصصهایی که داشت و به او دادند خود را بسیجی نامیده، لباس بسیج بر تن نمود و تا لحظه شهادت نیز بسیجی ماند و همو بود که با شروع قائله کردستان راهی غرب کشور شده حماسه آزاد سازی پاوه را آفرید. می توانم به طور کلی
تنها دلیل بقای خودمون و پیروزی خودمون رو در پاوه اعلامیه ذکر بکنم که حضرت آیت الله خمینی در این باره صادر کردند و این پیروزی ها همونطور که گفتم قبل از اینی بود که حتی یک نیروی جدید وارد پاوه بشه، یعنی با همون نیروهای موجود و با همون پاسداران محلی موجود بود که ما توانستیم تمام مواضع از دست رفته خودمون رو کسب کنیم و دشمن رو به عقب بزنیم. شروع جنگ تحمیلی دکتر چمران پس از کسب اجازه از حضرت امام مجلس شورای اسلامی را ترک کرده عازم کربلای خوزستان می شود و در اولین فرصت نیروهای داوطلب مردمی را سازماندهی نموده فرماندهی ستاد جنگ های نامنظم را به عهده می گیرد. هدف اصلی او از این تشکل توقف ماشین عظیم جنگی دشمن بود تا فرصتی دست دهد که نیروهای مسلح خود را باز یابند و آماده دفاع شوند. گروه جنگ های نامنظم از مؤثرترین گروه ها و نیروهای مردمی در منطقه بود که توانست با حداقل امکانات ضربات مهلکی را بر پیکره لشکر عظیم شیطان وارد بیاورد. هرچند راهی که چمران در مقاومت و دفاع و حمله در پیش گرفت بسیاری از فرماندهان بدان اعتقادی نداشتند، ولی با سازماندهی و شروع فعالیت جدی بسیج همگی به کارایی این تفکر ایمان آوردند. درست در زمانی که انبوه تانک‌های دشمن سوسنگرد را محاصره کرده بودند، چمران با بسیج و فرماندهی مشترک نیروهای ارتش، سپاه، عشایر و ستاد جنگ‌های نامنظم برای اولین بار در جبهه جنوب به فتحی بزرگ نائل آمد و محاصره سوسنگرد را شکسته دشمن را برای همیشه از تصرف آن ناامید ساخت. در آغاز حمله سوسنگرد که هنوز در اون شب مطمئن نبودند که فردای اون روز به سوسنگرد حمله خواهد شد یا خیر، دکتر چمران بازدیدی رو میکنه از سنگرهای برادرانی که در جبهه جنگ بودند تا وضع اونها رو برای فردا آماده بکنه و به این منطقه میاد، چون در این منطقه نیروهای ستاد جنگ‌های نامنظم مستقر بودند و در همین مدرسه که مدرسه کوت سدنعیم هست محل تدارک نیروهایی بود که در این منطقه مستقر بودند، یعنی کلیه تدارکات نظامی و لوجستیکشون از این مدرسه، همین مدرسه کوچک انجام میشد. نیروها در ده طراح مقابل این مدرسه و اون طرف روستای طراح مستقر شده بودند و به فاصله 2 کیلومتر هم نیروهای ما در مقابلشون بودند که دکتر چمران میاد و بازدید میکنه از این برادران. تاریک بوده، شب بوده و دکتر همون گونه که عبور میکرده از مقابل بچه ها و سنگرها زمزمه بسیار سوزناک و عارفانه‌ای رو از یک رزمنده میشنوه که او با خدای خودش و با امام حسین راز و نیاز میکنه و به امام حسین میگه که ما آرزو میکردیم که در کربلا میبودیم و در کربلا در رکاب تو شهید میشدیم. یک عمر فیا لیتنی کنت معک گفتیم
و این توفیق رو پیدا نکردیم و الان آمدیم در کربلای خوزستان و فردا که تاسوعای حسینی هست میخوایم که در رکاب تو همون جنگ رو و همون شهادت رو داشته باشیم. دکتر که این زمزمه و این راز و نیاز و نیایش این رزمنده رو میبینه همونجا سر جای خودش میخکوب میشه و بعدن یک دستنوشته بسیار زیبا و جالبی رو مینویسه و با امام حسین راز و نیاز میکنه. میگه ای حسین سرور شهیدان، من هم به کربلای خوزستان آمدم، فردا تاسوعای حسینی است و پس فردا عاشورای حسینی و آرزو میکنم که همچون اصحاب تو در رکاب تو به شهادت برسم، ولی فقط یک آرزو دارم و اون آرزوم این هستش که تو هر یک از اصحابت که به خاک شهادت میافتاد، حتی اون غلام سیاهت که به خاک شهادت افتاد، تو بر بالینش حاضر شدی، زانو زدی، سر او رو بر دامن گرفتی، بوسیدی و در آخرین لحظات با او وداع کردی. من هم آرزو میکنم که در لحظات وداع من سرم بر بالین تو باشه و اون عشق سوزان و آتشین من رو نسبت به خودت احساس بکنی. فردای آن شب سوسنگرد آزاد می شود، ولی چمران که در اشتیاق نماز در مسجد سوسنگرد می سوخت به علت جراحت از ناحیه پا راهی بیمارستان می شود و از بیمارستان نیز به دشمن هشدار می دهد نبرد امروز ما نبرد تاسوعا بود و باید منتظر عاشوراهای بعدی باشد. به عنوان یک پیام به ملت ایران میخواهم بگویم که باید سپاه را و نیروهای بسیج را با تمام قوا تقویت کرد. این تنها نیرویی است که انقلاب ما میتواند به آن تکه کند و رسالت بزرگ انقلابی خود را در این دنیا پیاده نماید. در یکی از جلسات که معاون بختیاری هفته پیش به شهادت رسیده بود حضور پیدا کردیم. آنها به هم تبریک می گفتند و با اصرار ابرام از ما می خواستند که در این عاشورای حسینی همه آنها به شهادت برسند و هیچ منطق دیگری را نمیپذیرند. آنها میگویند و من نیز به صدام کثیف اولتیماتوم میدهم که نبرد امروز ما در سوسنگرد نبرد تاسوعا بود و باید منتظر عاشوراها باشد، جوانانی که خود را برای عاشوراها مهیا میکنند و از نظر ما هر روزی میتواند عاشورا باشد و هر سرزمینی میتواند کربلا باشد.
غرب سوسنگرد در دشت دهلاویه نقطه است که از آنجا چمران به معراج رفته است. او به دنیا آمده بود تا 1340 چند سال بعد از عاشورا در ظهر 31 خرداد 1360 از این نقطه به لقاء حق برسد. و این نشانی که بر قتلگاهش می‌بینی اگر هم نباشد هیچ از عزت و کرامت او نمی‌کاهد، چرا که مردم بومی نام و یاد او را با نام و یاد شهر خود پیوند زدند و هنوز وقتی پا در این خطه می‌نهی اطرافت جمع شده از تواضع او و مهربانی‌هایش برایت می‌گویند. این هم شوشتر آمدن خونه من آقای نادر و اینا کجاست؟ آقای عباسی آدم آدم ها؟ این عباسی هست؟ نه این عباسی هست، این مالکیه بودی و خیدشون از طرف ساریه آمده به مالکیه به غرب سوسنگر حمله کنه. خدمت دکتر بودیم، حتی یکی از بچه ها با من بود، حسن از بستگان شهید شد، مجروح تو سرش بود، بیلدوزر آوردیم سد کردیم، بعدا آب آواز کردیم، آمدیم تلمبه را یعنی تلمبه مال همون مالکیه مال حاج خلاف میگن بهش. این جاهده که دو تا برادرش طرف شهید شده. بله. یکیشون تو همین من هم جابر همدان شهید شد. بله. این آخرای سال 59 قبل از عید. بله. سال 59 زمستون بله. بوده که دکتر این کلاه رو سرش میذاشت. بله زمستان بود. این کلاه رو از مسلمان‌های به اصطلاح همین کشورهای شمالی خودمون با امام موسی صدر رفت بودن روسیه بازدید، آمده بودن تو این کشورهای ازبکستان، ترکمنستان، اونجا از مسلمان‌های اونجا گرفته بود و نگهش داشته بود و همیشه رو سرش می‌گذاشت و متاسفانه ما گمش کردیم و الان نداریمش، نمی‌دونیم هم کجا هست. زمستون اینجا سرش می‌گذاشت، کلاه پوستی بود. از دنیا علاقه‌ای به ماندن و زنده ماندن نداشت، اگر هم مانده بود به خاطر اینکه ادای وظیفه بکنه. باز در یکی از همین دستنوشته های خودش که روزهای آخرینش نگاشته بود، اون دل دردمند و اون ناراحتیش رو اینگونه نشون میده که من از این دنیای دون میگریزم، از اختلافات، از تظاهرات، از خودنمایی ها و غرور ها و خودخواهی ها و سفسطه ها و مغلطه ها و دروغ ها و تهمت ها خسته شدم، احساس میکنم که این جهان دیگر جای من نیست. دکتر چمران آمد در دهنه شهر سوسنگرد، گفتم به شهید فلاحی و مرحوم اشراقی برخورد کرد، با اونها خداحافظی و روبوسی کرد و در بین راهی که می آمد در داخل ماشین کلمات و سطوری رو نگاشته که اینها بسیار عجیبه و از روح بسیار بلند او و شاید ارتباط معنوی او و حالت الهامی که به او شده بود یا به هر گونه اطلاعی که از شهادتش پیدا کرده بود حاکیست. این دستنوشته ها رو که بعداً عینش رو نشونتون خواهم داد مضامین بسیار عجیبی داره و مضامینش خلاصش این استش که میگه من با حیات و با همه وجود وداع میکنم. البته دکتر چمران در معرکه های خطرناک جنگ بسیار قرار گرفته بود، در لبنان، در کردستان و در خوزستان، در همون روز حادثه سوسنگرد آماده شهادت بوده و خودش هم آماده کرده بوده، ولی به این طریق وداع نکرده بوده که بگه ای حیات من دیگه عمرم به پایان رسیده، به انتها رسیده و با تو و با همه زیبایی‌هات وداع میکنم، با همه دشت‌ها، با همه کوه‌ها، با آسمان، با زمین، با ستارگان، با همه چیز وداع میکنه. البته اینها رو با دستخط خودش می نویسه، داخل اتومبیل هم نوشته که اون حرکت اتومبیل و لرزشی که دست آدم حین حرکت داره کاملا محسوس هست روی اون دستخط ها. و بعد به
بدن خودش خطاب میکنه و میگه یک عمر مرا به دوش کشیدی، مرا تحمل کردی، بیخوابی ها به تو دادم، گرسنگی ها به تو دادم، زجر ها دادم، شکنجه ها دادم، همه این ناراحتی ها رو بازگو میکنه، ولی دیگه آسوده باشید، دیگه لحظاتی دیگه شما رو رها خواهم کرد و آرام و آسودتون خواهم گذاشت. به دستش خطاب میکنه که این دست من میبایستی حساس باشه، به چشمش خطاب میکنه که تیزبین باشه، به پاهاش خطاب میکنه که سریع و تند و چالاک باشه و میگه که این چند لحظه دیگر رو تحمل بکنید، به شما قول میدم که چند لحظه دیگر همه شما در آرامش ابدی خواهید بود و دیگه از این زحمات خبری نخواهد بود، ولی این لحظات آخر عمر آبروی من رو حفظ بکنید. گفتم این جمله ها بسیار زیبا و عارفانه است که میبایستی به خود اون جمله ها مراجعه کرد. اینها رو مینویسه و مینویسه و میاد و میگم همطور که گفتم، میگه به شما قول میدهم که چند لحظه دیگه در بستر ابدی خاک و آرامش ابدی آسوده خواهی بود و دیگه از اونها خبری نیست، ولی آرزو میکنم که این لحظات آخرین من، لحظات رقص من در برابر مرگ، که این جمله بسیار زیبا رو او عنوان میکنه، رقص من در برابر مرگ، یعنی با شادابی و با آمادگی با تیپ خاطر به طرف مرگ میره، همونطوری که میشه گفت رقص کنان و با به اصطلاح شادی به سوی شهادت شتافتن، ولی این رقص مرگ من، رقص من در برابر مرگ میبایستی زیبا باشه. آن که با پای اختیار قدم در طریق کربلا نهاده است، می داند که تیر و ترکش ها کور و سرگردان نیستند و شهادت خوبان را برمی گزیند. و چه عجب اگر چمران نیز لحظاتی قبل از شهادت بداند که دقایقی دیگر همراه با دو همسفر خیش، مقدم پور و حدادی، به لامکانی فراتر از کهکشانهای دور، به آسمانی فراتر از آسمان ستاره ها بال می گشاید. مقدم پور ترکش به سینه و شش او خورد و سینهشو شکافت و برو به زمین افتاد. حدادی به چانه و صورتش خورد، همون لحظه هم اون هم به خاک شهادت افتاد و دکتر چمران هم ترکش خمپاره شست بود، به پشت سر و نقطه حساسی فرود آمد و همینجا به خاک گرم خوزستان در غلطید. فکر میکنم در یکی از برنامه قبلی مطرح شده بود که همیشه او آرزو میکرد که در لحظه شهادت همانند شهدای دشت کربلا بتونه میهمان سرور شهیدان امام حسین علیه السلام باشه و آرزو میکرد و این آرزوش هم بیان کرده بود و نوشته بود و که ای حسین، در کربلا تو یکایک شهدا رو میبوسیدی، در آغوش میکشیدی، با اونها وداع میکردی، آیا ممکن است که هنگام شهادت و لحظه شهادت من هم این افتخار رو داشته باشم که سرم بر بالین تو باشه، میهمان تو باشم و تو این آتش و عشق سوزان من رو به شهادت و به خودت احساس بکنی؟ این آرزوی او بود و با لبخند بسیار گرم که بر لبان او بود و سکوت مرموز و رضایت بخشی که در چهره او بود، من فکر میکنم که به این آرزوی بزرگ خودش رسیده بود. کلامی دیگه نگفت، با کسی صحبت نکرد و به کسی ننگریست، چون فکر میکنیم که میهمان امام حسین بود و به اونچه که میخواست رسید.
آری گلوله‌ای از راه می رسد و در سری که سودای کربلا دارد فرو می نشیند و گردنی که از رقیت همه تعلقات جز بندگی خدا آزاده است فرو می افتد و یکی از اصحاب آخر الزمانی امام عشق در خون خیش فرو می غلطد. یادش گرامی و راهش پر ره رو باد.